درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم در خدمت شما با برنامه دیگر از برنامه های جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی و همراه دوست گرامی شهرام آریان. ما یک سری از برنامه ها رو به صورت پشت سر هم داشتیم که در حقیقت به چند و چون کامیابی سپاه اسلام، سپاه عرب در ایران پرداختیم و پایان دوره ساسانیان، کارهای دیگران رو نقد کردیم و بعد تحلیل خودمون رو ارائه دادیم. چند و چون این که چگونه اسلام بر ایران دست انداخت یه چیزی بود که بسیار مهم بود. امروز میخواییم یک سلسله از برنامه ها رو داشته باشیم درباره این که چه شد اسلام در ایران ماندگار شد و از اون مهمتر پیامد ماندگاری اسلام در ایران برای ایرانیان چه بود. جستار نخستی که بهش در طول هفته های درازی پرداختیم، چرا ایران ساسانی در سده هفتم میلادی در برابر سپاه اسلام شکست خورد و شهرها ایران تصرف شدن، یک جستاری بود از یه نظر بسیار مهم، از این نظر که اگر کسانی استدلال بخواهند بکنند که اسلام با مهر و عطوفت وارد ایران شد و بر قلب‌های مردم نشست و نیاز مردم ایران بود و آنها می‌خواستند که گمشده خود را بیابند از این یاوه‌هایی که آدم‌های امثال مطهری و شریعتی می‌گفتند، خب طبیعتاً خود تاریخ فتوح هم حملات سپاه اسلام به ایران و روم که مورخین مسلمان هم نگاشتن بهترین اسناد و شواهدی هستن که نه، این گونه نبود و بلکه حمله اینها مانند هر حمله دیگر اقوام بیابانگرد به کشور متمدن بوده. این دیگه نیاز به اثبات نداره چون خود مورخین مسلمان نوشتن، ولی آنالیز ما هم پشوانه بر این بود که این جریان در همون هنگام هم حقانیت نداشت و یک حمله برای غارت، برای دزدی، برای آدمکشی و برای دستاندازی به منابع سرزمین‌های آباد همسایه بود برای مسلمانان. حتی اگر این گونه هم نبود که خب به آشکارا و روشنی بود، اگر مردمی چیزی رو در یک عصری پسندیدن، پس از صده‌ها الزاماً برای ده‌ها نسل بعدی اونها اون چیزی که پسندیده شده بوده حقانیت و مشروعیت الزاماً نداره. ولی به هر حال دیدیم که آمدن این جریان به ایران با زور بود، با خشونت بود، با خونریزی بود و حالا میخوام ببینیم همچین پدیده‌ای چرا اصلا در ایران ماندگار شد و ماندگاریش که اکنون به 14 سده رسیده چه تأثیری بر روی اندیشه و منش ایرانیان داشته تا کنون. از این رو این برنامه در حقیقت سرآغازی است برای به درون یه همچین جستار مفصلی رفتن که تا اونجایی که ما دیده ایم یه کار که به صورت یک انباشت، یک مجموعه در یه سری از برنامه های رسانه‌ای داده بشه تو این زمینه داده نشده. یه دلیلش این بوده که افرادی بودن دانششو داشتن ولی تو فضای جامعه ما خودسانسوری میکردن به خاطر ترس از مذهبیان و یه دلیلیش هم بوده که برخی هم دست به این کار خواستن بزنن یا ناقص انجام دادن و یا نتونستن کل تصویر رو ببینن. امیدواریم که این سلسله گفتارها به درد شما همیهنان بخوره و دیگران رو هم دعوت کنید که به این جستارها توجه کنن. شهرام جان، دو تا پرسشی که مطرحه، خودش هر کدوم یک حکایت کتاب چند صد صفحه‌ای شاید، چرا اسلام در ایران ماندگار شد و چرا و پیامدهای ماندن اسلام در ایران چه بود؟ میخوایی به این پیش گفتار من مطلبی بیافزایی؟ نه، اینا همش به حالت پیچیده با هم در هم تنیده و یک دستگاه کلی توضیحی رو برمی نیازه. اما بله، ماندگاریش یعنی دستگاه استحکام درونیش که چجوری گزینه های دیگر رو از میدان بیرون میکنه، نابود میکنه و خودش استوار سازی میکنه یا
سیمانکاری میکنه، بتون آرمه میکنه که بتونه بمونه، بتونه که یعنی اصلا دیگه گزینه‌ای در میدان نمیذاره. این یه بخشی از دینامیک تمامشه که با بخش‌های دینامیک دیگر دینامیکیش یا پویش‌های درونیش در همسازگاریه که این پدیده کلی به نام اون فرهنگ اسلامی یا جامعه اسلامی اینا رو پدید میاره. اینه که اگه بخوایم بهش بپردازیم، موقع توی یک همون دستگاه سراسری بهش میپردازیم. من اشاره میکنم به این که ما در گذشته ها هم وقتی در آماده سازی اون فرایند حمله اسلام به ایران بودیم و یه اشاراتی کردیم به این که دستگاه های روحی فرهنگی که در این دین، در این ایدئولوژی بنیاد گذاشته شد، با اون چیزی که در ایران زرتشتی بود یا مثلا در اروپای شمالی امروز هست ناسازگاری داشت، یه جور دیگه بود، جامعه را اصلا یه جور دیگه سازماندهی میکرد، یارگیری هم برای جنگ یه جور دیگه میکرد. البته اونجا ما نگاهمون همش به جنگ و اینا بود که از اون چه بهره برداری میخواست بکنه برای شکست دادن و موندن. اینه که مثلا چون جوامع اسلامی گرایش به تکنولوژی یا فناوری درست ندارن، چون سازماندهی هم ندارن، چون بر روی در حقیقت اوباش سالاری میچرخن، مثلا گرایش داشت به اینکه با موج انسانی بشکونه طرف ساسانی رو که با شوالیه های مجهز ولی تو تعداد کم جلوش میستاد، یعنی با اون منش اعتماد به کیفیت. ما از این اسپکت ها بیشتر نگاه میکردیم، ولی در همون زمان هم یه اشاره کوتاهی داشتیم. من اینم که صفحه رو بتونم نشون بدم، امیدوارم این یکی باشه. الان صفحه دیده میشه؟ بله. لایه ها اهرم های کار کرده دین بر جامعه. ما اینجا یه اشارتی داشتیم برای این که بله، کلن دین، الگوهای دینی چجوری فضای جامعه رو درست میکنه که اون دستگاه باوریشه و الگوهای کلیشه که اون فضا یا حال و احوال رو کنترل میکنه و از سوی اون و همون دستورها اون موقع حکومت هم به حالت یه چیز پرورده اون میاد بیرون. در این راستا هم یه اشاراتی کردیم به دستگاه‌های روانشناختی که در این جوامع با الگوهای دینی یا ایدئولوژی گوناگون جا می‌افتن. ما از دستگاه انگیزنده روانشناسی صحبت کردیم و دستگاه پردازنده. اینا مدل سازی‌های خیلی خیلی ساده ساخته، خیلی سیمپلیفاید بود که ما گفتیم در آینده باید مدل بیشتر می‌شکافیم. تو همین نشسته که خواهد اومد این کارو خواهیم کرد که اونجا خاصمون این بود که نشون بدیم که اگه یه جامعه‌ای که روی بنیاد این ستون اندیشه‌های زرتشتی میچرخیده دگرسازی بشه، جایگزین بشه با یک جامعه‌ای که بر روی الگوهای اسلامی میچرخه، این دستگاه کارکردیش چگونه میتونه زیر و رو بشه. در این راستا من باید بگم که دشواری که هست اینه که خود فرنگی‌ها 100 سال از این کارا دست کشیدن. یعنی آخرین نمونه هاش که تو این زمین ها خودشون کوشش میکردن زمان ماکس وبر بود، اوایل سده 20 میلادی بود که اونا کوشش میکردن از رو ساختار بنیادی یک فرهنگی که هست بعد آینده کارکردیشو برآورد کنن، پیشبینی کنن. ماکس وبر اینو میخواست برای جامعه پروتستانت انجام بده که چرا سنتی شده، چرا کاتولیکا نتونستن. جنگ دوم که اومد و این داستان ها ببخشید جنگ اول که اومد و این داستان ها برید، در پیامد جنگ اول خود اروپا به سوی اندیشه رادیکال رفت. یعنی این بررسی ها رو شیوه دانشیش رو گذاشتن کنار، سراغ شیوه ایدئولوژیکش رفتن تماما، چه بدونم کمونیستی یا نجات پرستانه. و پس از اون درگیری ها و کشت و کشتار های جنگ دوم اصلا کلن همه این آنالیز ها رو گذاشتن کنار تو فرنگ، گفتن این آنالیزایی که ارزش گذاری میکنه و میخواد فرهنگا رو علیه هم دیگه بشناسه که کی چه جور کاری، اصلا آزشته، اصلا نکنید، اصلا ارزش گذاری نکنید، فقط فرایند تکاملی یک جامعه رو یا یک کشور رو یا یک فضای فرهنگی رو فقط توصیف کنید، فقط فراگوید، دیسکرایبش کنید، توصیفش کنید، توضیح ندید که چرا اینجوری کار میکنه. عرض کردم تا پیش از جنگ جهانی اول رو این سیستم فرنگی ها ژرف کار میکردن که اون سرآمدشون ماکس وبری که سر زبون ها میچرخه. میون جنگ اول و جنگ دوم رادیکالیزه و ایدئولوژیک شد، از جنگ دوم به این ور دیگه اصلا باز ایستاد، بریده شد. اگرم کسی اشاراتی کرد دیگه در خیلی سالت سطح پایین و سرپایی، مثلا
آقای مثلا هانتینگتون یه سری گفته بود، اونم در حالی میشه پرسش و شک و گمان و اینا، نکنه که مثلا این فرهنگ هایی که در جهان هستن نکنه که مثلا با هم ناسازگار باشن. شهرام، آیا تو این 3 دهه اخیر دست کم 3-4 دهه اخیر این مطلب political correctness، political correct بودن خودش، چون به هر حال این چیزیست که در محافل دانشی هم جا باز کرد و توی محیط های دانشگاهی هم رفت و یک خودسانسوری شدید رو در دانشگاه های غرب سبب شد، آیا همین هم کمک نکرده که فرنگی ها از آنالیز یه همچین رخداد مهمی دست بکشن؟ حالا پس از جنگ جهانی یکم آغاز شد موجش، ولی در 3-4 دهه اخیر کلن همه کارا توصیفی است و حتی کار توصیفی رو هم با احتیاط انجام میدن. یعنی من ندیدم پژوهشگر غربی، یا کم دیدم، که بیا تو گزارش خودش که تازه توصیفی هم هست اشاراتی بکنه به این تاریخ فتوح به طور مستقیم که مثلا در سرخس اینا چه جنایتی کردن یا در گرگان چه کردن، بلکه میکوشه همیشه به گونه مطلب رو بنویسه که به کسی بر نخوره و صدای اعتراض از جای بلند نشه. خواننده که میخونه هیچی نمیفهمه. درسته. یعنی اگه خواننده خودش کارشناس نباشه هیچی نمیفهمه، زیرو. اصلا نمیفهمه چی شد، اصلا کجا بود، اصلا این جایی که داشت یارو میگفت اصلا کجا بود، چی شد. درسته. در این حقیقت... اخته کردن جریانات دانشگاهی برای انجام پژوهش های استخوندار و همچین ژرف و به درد بخور، یه مقدار زیادیش هم ممکنه شهرام جدا از سیاست های همین مثلا مسائل پولیتیکال کارکنس و لیبرالیسم خیلی شدیدی که در غرب برقرار شده، یه مقدارم احتمالاً گره خورده با مسئله مالی که پشتیبان‌های دانشگاه‌ها به ویژه الان توی دانشکده‌های تاریخ و مثلا مطالعات خاورمیانه و خاور نزدیک، عملاً الان اگه نگاه کنیم یه جز کشورهای اسلامی جای دیگری نیست. اینم خودش یه خودسانسوری سبب میشه نمیشه؟ فرایندش چند لایه‌ایه، بله. خود اون کرسی‌های مستقل شمارشون کمتر و کمتر شده تو فرنگ. مطلب دیگه هم هست، بی علاقگی نسل جوان رو به مسائل تاریخیه. بیشتر تاریخ نگارای جوانی که ما الان داریم خودشون از این لایه امروزی جوانان فرنگی برام بودن که علاقه به کارهای کلاسیک و تاریخی ندارن. سواداشون هم معمولا میانگین تا کمه. اگه یارو تو نوجوانی مثلا یه جایی بوده باشه که لاتین هم آموخته باشه، باید کلاتو بندازی هوا. ولی معمولا دیگه یونانی باستان خیلی هاشون نمیدونن. و توی قشر نسل خودشون هم از نوابغ معمولا نبودن، با کمال پوزش بگم. درست. این 100 سال پیش یه جور دیگه بود. در آلمان 100 سال پیش زبانهای باستانی رو شناختن یا در زمینه زبان باستانی یا تاریخ کار کردن یک مرتبت خیلی بالایی داشت. و اگه شما میگفتن مثلا فلانی پروفسور مثلا زبان اوستایی و اونجا کارهای بزرگی کرده، مرتبتش در حد کار آلبرت اینشتین بود. درسته. الان اگه بپرسن، خب بخش بزرگ جامعه که اصلا کم سواد شده، به این مسائل بی علاقه شده، چون جوامع فرنگی پس از جنگ جهانی دوم از نظر سواد عمومی خیلی رو به انحطاط رفتن. درسته. سواد عمومی خیلی 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 کاسته شده در نه فقط در زبان‌های باستانی یا تاریخ، در ریاضیات و اینا هم فاجعه است. بیشتر دبیرستان‌های آلمانی، آلمان حالا تازه سرآمد اروپا است. بله. یعنی جامعه هی کم سوادتر شده، هی نفهمتر شده، یا میگیم بی علاقه تر شده. افراد تخصص‌های کاری پیدا کردن رو اون باریکه‌ای که میکنن انجام میدن در حالا هر جا که هست، در صنایع، و جامعه اتمیزه و اصلا گسسته شده به مسائل ابسترکت تاریخی فلسفی یا فراگسترده، دیگه اصلا علاقه وجود نداره. درست. کسایی هم که هستن و میان، هی توانشون نسبت به اون قدما به حمدالله کمتر شده. الان کسایی که الان در فرنگ کرسی دارن، اینا رو شما مثلا چه میدونم الان مثلا کار میخواد حالا هندی باستان باشه، مثلا هر کی میخواد باشه، یا تو یونان باستان، یا تو مثلا اینا رو ور می‌داشتیم می‌بردیم مثلا 100 سال پیش، مثلا پیشنه واکناگل و آلستورف و اینا، پوزش بخوام به اونایی که کرسی دارای امروز رو شاید به دربونی میپذیرفت. درست.
یعنی یه سقوط خیلی خیلی هراسناکی از نظر نیوو انجام شده، هم در سطح جامعه هم در سطح دانشگاه. و بعد پس از جنگ دوم هم که بعد از اون اتفاقات خیلی شدیدی که در جنگ دوم افتاد، گفتن که آقا ما دیگه اصلا نمیخوایم ارزش گذاری کنیم برای فرهنگ ها، چون هر ارزش گذاری بکنی آخر سر از هیتلر در میاره. درست. پس بنابراین اصلا دیگه اصلا ارزش گذاری هم نمی کنیم، هم با هم برابرن دیگه، از این بعد دیگه همه فرهنگ ها در توانایی هاشون عاقبتشون همه چیشون با هم دیگه کاملا برابرن، همینجوری میریم جلو، حالا ببینیم چی میشه. و بیگمانم جامعه فرهنگ همینجوری بره جلو، تا چند دهه دیگه متلاشی خواهد شد، یعنی فرو میریزه، چون دیگه نسل نه سیاستی داره در مورد مهاجرت مسلمان ها به داخل خودش، نه اصلا در مورد آموزش پرورش خودش که سیاستی داره، سطحش هم که هر روز داره میاد پایین تر. و بعدن حالا یه موقعی رو به جامعه چینی یا هرچی متلاشی میشه از وین میرین رو به رقباش دیگه نمیتونه دریسته. درست. اون فضیلت هایی که فرنگ قدیم رو برکشیده بودن 500 سال پیش به اینور، از لوتر به اینور که اینو رفتن جامعه سنتی، اون فضیلت ها کاملا رو به گم شدن هستن. حالا اینا مشکلات همه ما اون کسایی که میخوان تاریخ رانده بفهمن نیست. اینجا گناه اصلی گردن خود ایرانی هست. درسته. چون فرنگی ها نمیدونم دیگه تو رفاه خفه شدن این 130-140 سال 150 سال اخیر، پس از جا افتادن انقلاب صنعتی بگیم دیگه تو رفاه دارن خفه میشن. پس از جنگ جهانی دوم هم گفتم ما دیگه اصلا نمیخوایم ارزش گذاری کنیم به کسی بر نخوره. این مسئله شخصی خود اوناست. خب چه ربطی به ایرانی ها داره که هیچ کدوم از مشکلات تاریخشون حل نشده؟ مگه ایرانی هم تو رفاه دارن خفه میشن این 200 سال اخیر؟ نه برعکس. برعکس، ایرانی ها تمام این مشکلات این 1400 سالشون رو حل نکردن، همش مثل استخون تو گلوشون گیر کرده، به حمدالله برای هیچ کدوم نه آنالیز دارن نه راه حل. خب اینا کاره فرنگی ها چرا بدونا داره که اونا از اگز میزان رفاه اونی که دارن خفه میشن چرا ایرانی ها داره؟ کاملا درست. اونا آنالیز های خودشون رو ایرانیان نمی کنن. و ایرانی ها باید برگردن اونجا که ماکس وبر و اینا داشتن کار میکردن در مسائل تاریخ شناسی فرنگی 100 سال 120 سال پیش، و با روش های آنالیز اونا و مدل سازی های اونا بتونن بفهمن که تراروی یا ترانزیشن جامعه پیش از اسلام ساسانی به جامعه اسلامی چه دگرگونی تکتونیک، یعنی در حقیقت زمین شناختی بوده که دیگه اصلا یه جور دیگه شده از اون میدان کاملا. پس از اون تمدنی که دیگه اونجا برآمده نمیتونستی دیگه اون تولید، اون پویایی و اون دستگاه تکاملی رو که قبلش در سرشتش بوده اصلا داشته باشه. ما این بررسی های اینجا خیلی سیمپلیفاید، خیلی ساده ساخترم که گفتیم روح انسان رو به دو بخش انگیزنده و پردازنده بخش کردیم، و گفتیم که واسه اینکه داستان دوباره خیلی ساده بشه در هر بخشی هم فقط سه تا محور آوردیم یا سه تا بود آوردیم. مثلا یک کسی انگیزش دستگاه انگیزنده روانشناختیش بر بنیاد دریافت و خرد خودش باشه یا بر بنیاد دستورهای قالبی، نمیدونم در بعد دوم انگیزش به سوی پیشرفت و سازندگی دائم باشه هر روز که از خواب پا میشه، یا به سوی کنش‌های ارزان و فرومایه و خودسوجویانه. بعد سوم از برای نیکی یا سرشت خود کار باشه یا از برای پادشاه آسمانی. و بعد اینا رو تو بخش مثلا پردازندش، اون موقع مثلا گفتیم که دوباره دستگاه پردازشش هم یعنی رفتاریش هم بر پایه خرد باشه یا الگوی قالبی، بر پایه خونسردی باشه یا واکنش‌های احساسی، بر پایه ایدئالیسم باشه یا خودخواهی‌های ارزان. که البته اینا خیلی ساده ساخته است و هنوز اون دستگاه کامل که اینجا مطرح خواهیم کرد نیست، ولی توی این ابعاد، یعنی تو ابعاد قانون‌های بنیادی روانشناختی ایران پیش از اسلام به پس از اسلام دگرسازی شد. یعنی شما اون 400 سال اول روزگار هجری که گذشت، وقتی می اومدی دیگه آدمایی رو که میدیدی مثلا در بغداد یا در سامره یا هر جای دیگه، ببیشه از قرن پنجم هجری به این و ششم ببیشه دیگه جا افته زمان سلجوقی، هیچ شباهتی دیگه اون با اون افرادی که شما در خیابون مثلا در تیزفون نمیدونم زمان خسرو انوشیروا میدی دیگه نداشت. درسته. شما میدی این اصلا انگیزش با اون یکی فرق میکنه، اصلا چجوری از صبح خواب پا میشه به زندگی نگاه میکنه فرق میکنه، چجوری راست میگه دروغ میگه، رفتارش با همسایه، با زن خودش، با نمیدونم حیوانی که تو جنگل میبینه، همه چیز تقریبا اگه یه نه تغییر 180 درجه ولی یه 150 درجه چرخیده بود. درست. و به همین حالت هم خب اون جامعه ای که بر روی دوش اینا این یکی اسلامیا ساخته شده بود که اصلا به یه مسئله دیگه داشت میرفت. شما مثلا در زمان خسرو انوشیروان
چون لازم نبود بیای با ایشون مثلا بحث کنی که مثلا علا حضرت یا علا به قول خود اونا خدایگان ما اینجا دانشگاه بسازیم یا نسازیم. خب میگم آقا دلت میخواد قبرو بساز. درست. ما که مخالفتی هم نداریم، بودجه هم داشته باشیم بهت میدیم. مثلا این مسئله دانش و اینا در اون نگاه اون گرایش اونا به والایی یعنی اکسلنس یا به قول خودشون پهلومی، این اکسلنس و زندگی الیت و اشرافی و رو به پیشرفت، رو به دانش، رو به فلان، این یه بخشی از درک اونا از زندگی بود که شما مثلا توی متون بازمانده ساسانی هم که حالا به حمدالله 98% تو حمله مسلمان از بین رفت، ولی تو همون 2% که مونده تو چیزای مثل خسرو و ریدک یا داستان مثلا پیدایش شطرنج و نرد شما اون نگاهشون به زندگی رو می‌بینی کاملا. توصیف میکنن که یه شوالیه یعنی یه کسی که کنار آینه جنگی که آموخته شطرنج بدونه، هنرهای گوناگون بدونه، زندگی مثلا اشرافی بدونه، یعنی یک آدم الیت که با وقار و سطح بالا زندگی میکنه. درست. توی اون یکی خب اینا میگفتن که آقا تمام افتخار ما به اینه که ما اومدیم هرچی خانه و زندگی آراسته است در جهان بسوزیم از بین ببریم، چنانش کاخ و کبر و طاغوت و از این حرفا، بعدش هم میخوایم توی مش کاگل و اینا بشنیم تو سر خود و بزنیم گریه کنیم، هر وقتیم یه جای یه آدم مغروری دیدیم یا آدم سرفرازی سرشو میبریم به بچهش هم تجاوز میکنیم که همه دیگه عادت کنن که از این بعد نوکر الله هن. درست. منش نو بود مثلا حتی با خودشون این کار میکردن، مگه اون داستان معروف سعد ابن ابی وقاص نیستش که اون یه حالت اشرافی عرب داشت که وقتی مثلا با ایرانیا جنگیده بود به خودش به عنوان مثلا همعرض رستم فرخزاد نگاه میکرد و میگفتش که من ایرانی‌ها رو شکست میدم واسه اینکه اونا از بین برن ما اشراف عرب بشیم جای اونها، اینجوری فکر میکرد. بنابراین وقتی که شکست داده بود اومد بود یه کاخی به وسیله معمارای ایرانی و اینا کلی هم هزینه کرده بود برای خودش ساخته بود که گفت اوکی اشراف ایران از بین رفتن به جاش مثلا اشراف عرب سطح بالا میشنن حالا سر جاش، که بعد عمر فرستاد تو شب خونه رو یه کاخ رو سرش سوزونده بودن نزدیک بود خوش خانواده‌اش جزغاله بشن، بوده بوده اومده بودن از خونه بیرون زنده ماندن، بعد عمر گفتش که نامه نوشته که آقا فلان فلان شدی، مگه من بهت نگفتم که ما اسلام از پیشرفتش از بدبختی و عجزه، شما اگه خونهای درست حسابی بسازی اگه ما درست حسابی زندگی کنیم که اسلام از بین میره کاملا. یعنی این سیستمی که اومده بود اصلا از فرومایگی فلسفه ساخته بود. بله، فلسفه زندگی و جهانبینی کلی. بله، من پرسنل من همه آدمای لات و لوت و فرومایه هستن، البته حالا با یه کامبینیشن خیلی عجب غریبی، یعنی یارو وقتی که مثلا داره اون یکی رو مثلا اون یکی شوالیه رو میکشه بزنه بچهش تجاوز میکنه مالشو میدوزه، ولی ازش هم میان میپرسه میگه نه 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 من خیلی هم عارفم من اصلا اینا برام مهم نیست، ولی سر تقسیم غنایم با چاقو سر هم دیگه میبرن کاملا. از این نمونه همون که با چاقو اینجوری میزنه ازش میپرسه میگه من عارفم. درسته. یک سیستم عجیب و غریبی در این اسلام پدید آورده شد از فرومایگی درامیخته با تزویر. درست. حالا خیلی نکته جالبه که اون چیزی هم که بهش افتخار میکرد خود اونم مخرب بود، مثلا اینی که یه کسی بگه من دست از زندگی بریدم میخوام بدو بدو برم بهشت، خب این کجاش فضیلت من نمیفهمم. خب تو میخوای بری بهشت پس از تمام کارای سازنده تو این دنیا بریدی. خودش با افتخار میگه آره من بدو فقط میخوام برم بهشت پیش حوریا و الله و اینا. خب بعد بهش میگه که خب پدر این که دیگه این خواست شما که دیگه اصلا خواست سازنده نیستش که. درست. یعنی خواست مصرفیه، پس بنابراین حتی اون چیزی هم که تو میگی به عنوان عارف مسلمان یا هر چی هستی میگی که این فضیلته، خود اونم آخر یه خواست مصرفی و مخربه کاملا. تو نمیای بگی که مثلا من کفار رو میکشم، حالا اصلا این کاری که مسلمان دوست دارن همش کشتن و سر بردن تجاوزه، من کفار رو میکشم به خاطر نفس خود کار چون من متوجه شدم که این کار برای جهان مثلا کار خوبیه. میگه نه آقا من اینا رو میکشم که دو پا برم پیش این حوریا. یعنی حتی کاری هم که میکنی حتی کنترل فلسفیش دست خودت نیست، سوداگری درش نهفته است. سوداگری خیلی 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 سطح پایین. درست. و خیلی فرومایه همزمان با یک تزویر عجیب و غریب کریهی در هم آمیخته که مدل آدمی که آتش میدونه اصلا نمیدونه چیکارش بکنی، یعنی به درد هیچی نمیخوره. و این دلیل اینکه جامعه اسلام بعدا نتونست این فرایند علمی فرهنگی رو که ایرانیا خواستن به زور بهش تزریق کنن، تو سده سوم تا پنجم هجری خیلی ایرانیا فشار آوردن که از راه معتزله
و جنبش‌های بسیار دیگه، حالا شعبیه با یه اسپکتای اخوان و صفا اینا یه اسپکتای می‌خواستن بهش این زندگی فاخر ساسانی همراه با دانش و هنر و اینا رو بچپونن. ولی اون سیستم اسلامی تو روح اون افرادی که بهش ایمان آورده بودن چنان انسان فرومایه و بدبخت و مزوری میساخت که اون اصلا وقتی با این روبرو میکردی وحشت میکرد از این بزرگی و میگفت من اینو باید یه جوری از بین ببرم که بتونم برگردم تو همون سیستم مالی خولیای قبلی. درست. برای همینم اثر نمیکرد، یعنی وقتی میخواستی از راه معتزله این مسائل رو پیوند بزنی مثل بدنی که نمیپذیره و پیوند رو پس میزنه پس میزد، آخرم پس زد کاملا. شما تا شما این برگر از اشتراک خارج میکنی، من تو صحبت هایی که شد مطلبی به ذهنم اومد که حتما مهمه یادآوری کنیم چون بهش خواهیم پرداخت تو این سلسله برنامه ها، و اون این است که ما خیلی وقتا این پرسش پیش میاد، تبلیغات هم دربارش زیاد شده، که بله در صده های نخستین دوره اسلامی در ایران یک حرکت علمی بسیار بزرگ انجام شد و این اسلام بود که موجب شد که شما تو صده سوم و چهارم هجری یک تقریبا یک به نوعی می شود گفت که یک دوره طلایی رو در تاریخ خاورمیانه به صدا شاهد باشید. تو این زمینه با شهرام گفتگوهای خواهیم داشت و اتفاقا نشون میدیم که آمدن اسلام یک رنسانس علمی رو که در ایران ساسانی در حال رخ دادن بود، نه تنها به یک تعویق دست کم 200-300 سال انداخت و سکته ای شد بر سر یک فرایندی که ایران رو آبستن انجام یک نوزایی یا رنسانس علمی و صنعتی کرده بود، بلکه بعد از همون 250-300-350 سال تأخیری هم که یه حرکت دانشی، یه حرکت علمی در ایران دیده شد در اون روزگار، از نظر آنچی که اگر اسلام به ایران نمی رسید و دوره ساسانیان بر جای بود در ایران رخ میداد بسیار کوچک بود، یعنی اون چیزی که ما ازش به عنوان دوران طلایی اسلامی داریم یاد میکنیم خیلی خیلی بزرگترش و جدیترش و ماندگارترش و پایدارترش میتوانست زودتر انجام بشه اگر در سده هفتم میلادی کشور ما با اسلام مورد حمله قرار نمیگرفت. این یکی از مباحثی است که میکوشیم بهش هم بپردازیم و هم دلیلهایی رو بیاریم که چرا این گونه بوده. مطلب دیگری که خیلی مهمه، چون به هر حال همیهنان علاقه مندم بدونن، میگن خیلی خب اسلام اومد و ما میدونیم یه شبه اسلام در ایران دین اکثریت نشد، بلکه یه چیزی حدود 3-4 صده زمان برد تا مسلمان ها در ایران اکثریت شدن. میگوین که چرا ایرانی ها بعدن دست و پای نزدن که خودشونو از شر اسلام رها کنن. برای همین با شهرام میپردازیم به برخی از این جنبش هایی که برای پس زدن اسلام به طور آشکار و روشن انجام شد، مثل بیشتر قیام هایی که در خراسان بزرگ آن روز روی داد، استاد زیست، المغنه، سندباد، قیام سرخجامگان در ری و آذربایجان و به اصطلاح استان های کوهستانی زاگرس، و به اینها میپردازیم که اینا اتفاقا همشون کاملا ضد اسلامی بودن، نه فقط ضد عربی. و بعد مطلب دیگر این است که حالا حرکت های فرهنگی یا فکری که انجام شد برای اینکه یا اسلام رو پس بزنه یا اسلام رو تغییری بده که تخریب و ویرانگریش کاسته بشه، مثل حالا ایستادگی شعوبیه و بعد حرکت معتزله که میکوشیدن یه مقدار عقلانیت رو داخل این جریان وارد کنن و به نوعی یک پروتستانیزم اسلامی اون موقع ایجاد بکنن، چون به هر حال حکومت و دولت دست اسلامی ها بود، و حتی یه حرکتی مثل ایجاد و رشد عرفان در ایران که باز به طور مشخص برای گرفتن زهر و تلخکامی اسلام بود در کالبد جامعه ایرانی و در حقیقت رقیق کردن این سم در پیکر ایرانیان، همه این حرکت ها به نوعی در حقیقت راهکارهای
ایرانیان بود بر اساس خودآگاه و برخی زمان‌ها ناخودآگاه برای اینکه به نوعی از این بختک رها بشن. من فکر کنم شهرام جان اینا تک تکش باید توی گفتگوهای هفته‌های آینده ما لحاظ بشه، چون پرسش‌های پاسخ داده نشده هستن که بویژه روی مطلب دوم، مسئله دوران طلایی به اصطلاح اسلامی در خاورمیانه و حتی شمال افریقا، خیلی خیلی اسلامی ها مانور دادن و حقیقتی تو این زمینه به مردم گفته نشد. این 100% درست. این کار ما تو این نشست آینده 7 تا 8 تا 10 تا اینا چند لایه‌ای خواهد بود، چند لایه‌ای خواهد بود و این دستگاه بسیار در هم رفته و پیچیده رو که آخر هم هیچ که درست نفهمیده رو ما لایه به لایه اصلا جدا میکنیم و روشن میکنیم که اون پشت چه محرکی، چه پیشرانندهی بوده که این آخرش این بوده که و بنیادش این بوده که بعدن حالا اگرم در همه زوایا بازنموداش رو نشون میدیم که دستگاه اکسیوماتیک یا بن قانونهای جهاننگری، جهاننگریستی روزگار ساسانی در مغز جایگزین شدن با بنقانون‌های جهان‌نگری اسلامی و مشتقات این بنقانون‌ها دو تا جهان گوناگون بود. یه جهانی که همش میخواد پیشرفت کنه، بسازه، بره جلو، دوباره بهتر بشه، اشرافی تر بشه، سطح بالاتر بشه، به قول خودش ابزونگی پدید بیاره، پهلومی پدید بیاره، خرد پدید بره اینها، با یک جهانی که از بام تاشان فقط فکر غارته و مصرفه و آدم کشیه و اینه که از پی اینا بره پلوی حوریا بخوابه. ولی داستان فقط تو این نیستش که یکی رو آدم واژه های ارزش گذاری بالا بکنه اون یکی رو بکوبه. موضوع یک بررسی بسیار خونسردانه از اون محورهای باوریشون خواهد بود که چجوری وقتی این دستگاه انگیزشی این یکی رو با اون یکی جایگزین میکنی و پردازشی این رو با اصلا دو مدل انسان و جامعه دیگه میاد بیرون، که شما بعدن که اینا جایگزین شد، وقتی این دستگاه اکسیوماتیک، این بن قانون ها جایگزین شد تو روح و روان ها، دیگه هر چی دست و پا بزنی که در اون جامعه اسلامی پیشرفت پدید بیاری آب در هاون کوبیدنه. از یه حدی هم بیشتر اصلا خود عموم مردم میگیرن میکشنت، چون نگاهشون به تمام امور زندگی دیگه دگرگون شده، یعنی بر یک ریل دیگری قرار گرفته، از بنیاد بر یک ریل دیگری قرار گرفته. و اینو جامعه شناسا و تاریخ‌دان ایرانی که اصلا به این مطالب به حمدالله علاقه نداشتن تا حالا، یه چیزای سرپایی گفته شده، آره مثلا این کردار نیک و ما و اینا ثنویت ما بالاخره یه چیزی بود، این رفت و این توحید اومد و یه خورده در هم مالید، یعنی زرین کوب توی حد یه سه خطی تو اون روزگاران که سه جلد نوشته بود، شاید 700-800 صفحه، تو اون 800 صفحه یه سه خط این رو نام برده بود روانشاد زرین کوب، تو همین حد هم بقیه بهش پرداختن. و اینی که کسی بخواد اینا رو مدل سازی کنه و بفهمه، اصلا عرض کردم یه خوردم ما کارمون دشوار شده، چون پس از جنگ دوم جهانی که فرنگی‌ها این کارا رو کاملا در درون خودشون موقوف کردن، بنابراین این موقوف نه قانونی ولی دیگه کسی انجام نمیده تو دانشگاه، بنابراین دانشمند فرنگی هم نیومد که این کار انجام بده که مثل همیشه این سیستم راحت الحلقوم ایرانیا انجام بشه، یکی دیگه واسه این کار انجام بده. چون فرنگی ها این کار انجام ندادن، این مونده رو گردن خود ایرانیا، اونام که کار استخون خورد کن اهلش نیستن. ولی تا موقعی که این کار بررسی درست و ژرف انجام نشه، همه این معماها، همه این رازها ناگشوده خواهد موند و ایرانیا تو این حالت کرخت شده و سرخورده و شکست خورده که پس از قادسیه و نهاوند توش به سر میبرن، مثل یه پهلوانی که چند تا مشت و لگد محکم تو سرش خورده و گیج شده تو حالت خونریزی مغزی در حال مردن، ولی هنگام مردن از خودش میپرسه که چی شد من باختم، درست، و هنوز نفهمید، در اون گیجی به سر میبرن. به مجردی که شما این اتفاقات 300 نخستین هجری رو تا 500 خود هجری بش کافی لایه بندی کنی با یک بررسی دانشگرانه و فلسفی و خونصرف و مثل ریاضیات همه بفهمن که چه اتفاقی اونجا افتاده، تمام این کرختی و ناامیدی از امروز به فردا گم خواهد شد، درست. چون میفهمن چی شده و راه حلش هم دستشون میفته کاملا. خب شهرام جان فکر کنم به
پایان زمان رسیدیم، اگر که از اشتراک برگره در بیاریم. بنابراین همیانان ارجمند توی برنامه های آینده با ما همراه باشید. ولی اتفاقا گپ و گفتی داشتم با شهرامی که دو روز پیش و میخواستیم که از شما دعوت کنیم که هر برنامه رو هنگامی که در یوتیوب قرار میگیره، یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی، ایرانیان رنسانس یا همون نوزای ایرانی، شما هم بیایید و اظهار نظر بکنید اگر در اون مورد نظر ویژه‌ای دارید و به هر حال درگیر کنید خودتون رو با جستارهایی که گفته میشه. اینگونه ما یک متوجه میشیم که مخاطبان ما چه میاندیشن، چه نقاطی یا چه زوایایی براشون تاریکه، میکوشیم بیشتر روشن کنیم و میتوانید که اینگونه کم کم با دوستان و هماندیشانتون در جنبش رنسانس ایرانی پول بزنید و پیوند سازندهی برقرار کنید. بنابراین در یوتیوب هر برنامه که از تلویزیون پارس پخش میشه در یوتیوب هم گذاشته میشه و در شبکه های اجتماعی هم پخش میشه. میتوانید حتما نقطه نظر بدید، پرسشی دارید یا اگر که امکان کمکی دارید به پیگیری این گونه برنامه ها اونجا اعلام بکنید. دو تا مطلب من بیافزایم. یکی این که چهره ارزشمند و بسیار پاکدامن رسانه‌ای جناب مانو که خدا بخشیان در آدینه پیش درگذشتند، ایشون کسی بودند که عبارت رنسانس ایرانی رو برای نخستین بار طرح کردند و در حقیقت جرقه را در ذهن من زدند. همیشه از این نظر ایشون حق بزرگی به گردن جنبش رنسانس ایرانی داره. فکر کنم 2006 بود ایشون این مطلب رو عنوان کرد و بعد ما پیش رو گرفتیم. واقعا مانوک خدابخشیان جز انسانهایی بود که بود و نبودش اثر داشت و مطمئنن در ماهای آینده، سالهای آینده نبودش بسیار به چشم خواهد اومد. انسانی تأثیرگذار، با دانش، میهن پرست و صفت بالای بالای او که واقعا باید توی این مطلب ایشون رو ستایش کرد و اون موقع من گفتم و نوشتم خوشبختانه در هنگامی که زنده بود، درستکاری و پاکدامنی و بی‌اعتنایی این فرد به پول بود. به هر حال ایشون همیشه نزد ماست، جاودان خواهد ماند. انسان اثرگذاری بود، انسان بسیار شایسته‌ای و ما امیدواریم که روانش شاد باشه. نامش حتما زنده خواهد بود و ما همیشه از این بزرگ مرد یاد خواهیم کرد. من امروز کروات آبی زدم به خاطر یادی که از دختری بکنم که 3-4 روز پیش درگذشت، سحر خدایاری، دختر آبی که وجدان واقعا جامعه جهانی را تکان داد. دختری که بابت بدیهیات واقعا کوچکترین خواسته های بشری، ورود به ورزشگاه و تماشای بازی فوتبال آنگونه تحقیر شد، گرفتارش کردن، گفته بودن 6 ماه تا 2 سال حبس داری و بعد پس از آوردن و بردنهای بسیار این دختر خودش رو آتیش زد و به نظر من نمادی شد از مظلومیت بانوان ایرانی که امروز باید بکوشن، کشته بشن، کتک بخورن، تحقیر بشن که فقط اندکی از آزادیهای مادر بزرگان خودشون رو به دست بیارن. مادر بزرگان خودشون که در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه به آسانی وارد استادیوم امجدیه یا استادیوم فرض کنید آبادان یا جای دیگه می شدن و اصلا همچین چیزی مطرح نبود که آیا زنان حق ورود دارن یا ندارن. به هر حال امیدوارم که این گونه جان دادن ها بیهوده نبوده باشه. اگر هممیهنان مرد پسر ما به ورزشگاه ها میرن که من درک میکنم خیلی دوست دارن برن چون تو برخی از شهرهای ما مثلا سرگرمی دیگری نیست، دست کم با دادن شعارهای ابراز ناخرسندی بکنن از اینکه زنان حق ورود به ورزشگاه ها رو ندارن و به این وسیله کمک کنن به یک حرکت ملی شکل گرفتن. به هر حال هفته اندوهگینی بود، فقط خوشحالم که با شهرام جستارها رو آغاز کردیم و تو هفته‌های آینده میکوشیم هفته در میون دست کم این
دوستانی که امروز مطرح کردیم رو پی بگیریم و ببینیم به کجا میرسیم. از شما خواهش میکنم که اگه براتون مقدوره که به جنبش رنسانس ایرانی یا به ادامه این برنامه کمک بکنید به خاطر هزینه های ایر و ساتلایت به persianrenaissance.org بروید، persianrenaissance.org، و اونجا دکمه دونیشن است یا همیاری، میتوانید طریق کارت اعتباری یا پیپل کمک کنید. اگر مطالب جنبش رو خواستید به فارسی پی بگیرید، تارنمای ما iranianrenaissance.com هست و خوشحال میشیم که از شما بشنویم. سپاس بسیار و روز و شبتون خوش. شهرام جان بدرود و سپاس بسیار. بدرود شما. من یه جمله اگه هست بگم. آیش بفهمیم. من گمان میکنم در مورد مرگ اون بانوی خورده اونجا کم گفتی. به نظر من این مسئله شوخی یا حالا ببینیم چه بکنیم یا برن نگاه کنن یا شعاری هم میدن نیست. موضوع اینه که اینجا یک کسی تحقیر دائمی رو تحمل میکنه یا اینکه با نهایت پهلوانی دفاع میکنه از حق درست. من با اینکه خود من از شخصی هر کسی که من میشناسه میدونه که من به دل نازکی و گذشت زبان زد هستم، ولی من در مورد این مسائل شوخی نمیفهمم. در مورد بازپس گرفتن دشمن یعنی کشور از اهریمن و آزاد کردنش و حق انسان‌های ایرانی رو بهشون پس دادن و به اون زندگی رسوندن، من اونجا هم باور با شاه اسماعیل هستم که باید با نهایت خشونت و جدیت مسئله رو دنبال کرد. اونجا موضوع یه ذره و دو ذره نیست. افراد بهتره همین جوانای مذکر که به این اجماع ها میرن و اونجا لذت میرن از خودشون شرم کنن. اونجا موضوع اینه که تخم غیرت رو تو این مملکت ملخ خورده یا اینکه این مردم هنوز همون بازماندگان کسایی مثل شاه اسماعیل هستند با تصمیم خودشون رو بگیرن. من عرض میکنم با اینکه به دلگذشتی و نازک دلی معروف هستم، ولی در این مورد اگه جمیع خلق هم کشته بشن مسائل اصولی مهمتره. گوشش بخوام. سخن بسیار به جایی بود. فراموش نکنیم که بخش بزرگی از شاهنامه ما که همه بهش میبالیم و میکوشیم ازش بیاموزیم، دادخواهی برای سیاوش و ایرانیانی است که به ناحق در توران کشته شدن. اگر ما فرزند شاهنامه هستیم، باید شاهنامه وارم عمل بکنیم. امیدوارم که همیهنان وظیفه ملی و انسانی خودشون رو فراموش نکنن، به ویژه مردان که واقعا تو این 40 سال نسبت به زنان کم لطفی کردن. زنان ستم مضاعف، ستم دوچندان شاملشون بوده. به هر حال فرامجان نکته بسیار به جایی بود. سپاس بسیار و بدرود دوستان. بدرود.